دوستان عزیز و بیننده های دی اس ال اف سی شو سلام و خوش آمدید، روزتان خوش. امروز با من امانالله نورستانی، عرفان ابراهیمیان از ایران از طریق سکایپ در تماس هست و انشاءالله رحمان در مورد فصل دوازدهم شب نبرد و فایت کارتش با عرفان ابراهیمیان یک مصاحبه خواهیم داشت. با ما باشید دوستان عزیز. عرفان ابراهیمیان یک کوچ، مربی، یک منیجر و یک ام ام ای کاری خیلی موفق ایران هست و همیشه با سازمان SLFC و شب نبرد همکار بود. شما حتما عرفان جان در پشت کامنتری البته با امانالله قیصاری و خود ما دیدین که در کامنتری هم کتما همراهی کرده و کمک کرده و همچنان هم از دو سال به این طرف کت سازمان SLFC و شب نبرد در بخش میچ میکینگ و در بخش فایترهایی که از ایران و سایر کشورها می آین همکار بوده. عرفان جان سلام و خوش آمدین. سلام، درود بر شما. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بیننده های برنامه شما و خوشحالم که در خدمتتون هستم. تشکر بسیار زیاد عرفان جان. برنامه ما البته مثل برنامه های تلویزیونی واره خیلی قید نیست، ما می‌خوایم آزاد صحبت کنیم و ما می‌خوایم که یک ذره آزادتر باشیم در چارچوکات البته ادبیات تلویزیونی نمیخوایم صحبت کنیم و همچنان میخوایم که صحبت‌های آزادی باشه که همگی در مورد حرفایی که ما میزنیم هم بفهمه هم درک کنه. و حاضر هستین و همچون یک برنامه؟ بسیار علی. MMA واقعا نیاز داره یه برنامه اینجوری پرماشیه که بدون هیچ محدودیتی در مورد هر چیزی که دوست داریم صحبت کنیم. منم در خدمتتون هستم، خوشحال میشم. تشکر بسیار زیاد عرفان جان، همیشه یک همکار خوبی بودی و البته نه صرف در ایران بلکه در افغانستان هم یک جایگاه خاص خود پیدا کردی در بخش MMA. هر کسی که حرف MMA را میزنه در افغانستان حتما کت نام شما آشنا هست. یک سپاسگزاری خاص میکنم به همکاریتان، واقعا که خدمت بزرگ در بخش MMA شما در ایران میکنین و با معرفت فایترهایی که از ایران به افغانستان می آید به فایترها هم شما یک پلتفرم خیلی خوب بخشیدید تا که یا رشد کنه. از دو سال قبل یا سه سال قبل که وضعیت MMA در ایران بود، امروز MMA ایران کجا رسیده زیاد به برکت شما هست و همچنان مسابقات افغانستان هم که آوردن دوستای ایران و مبارزین ایران شما خیلی جالب ساختین. بسیار علی، ممنونم. البته مردم به بنده خیلی لطف دارن، مخصوصا مردم افغانستان و کسانی که این رو دنبال میکنن. من هم قلبا همه اینا رو دوست دارم و تا جایی که بتونم تمام تلاشم رو میکنم برای رشد این ورزش، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در دنیا. چون علاقه من هست، عشق من هست دیگه، بالاخره آدم تمام توانش رو برای بالا بردن کیفیت کار خودش انجام میده. من در خدمتتون هستم. فکر میکنم علاقه تان و عشق تان بروتای تان هم هست که در هر برنامه میبینم یک اینچ دو اینچ کلان شده میره، رو به رشد هست. چی استفاده میکنین؟ اون هم بالاخره استایل من هست دیگه. خیلی استایل لکس هست. میاییم سر موضوع. موضوع امروزی ما البته فایت کارت دور دوازدهم شب نبرد هست که ما چهار البته سه مبارز از ایران داریم، یک مبارز اندرکارت ما به مقابل محمد بلال مطمئن هست، علی رضای شریعتی به مقابل عبدالودود متین هست، میلاد شهبازی به مقابل روح الله محمدی است و البته The Main Event یا مسابقه مرکزی زکا فتولاه زاده از بنمایندگی از یوکرین است. خب آقای عرفان، میاییم وقت زیاد نمیگیریم سر فایت کارت. ما یک مبارز ایرانی را در اندرکارت خود داریم به نام حمید الهیان، اگر نامشان درست ما تلفظ کردم. حمید جان، در مورد حمید جان بگوین که حمید جان بک‌گراندش چی است، چون که یکی از فایترهای شما است و فایت در IFC هم کرده و
و شما از نزدیک میشناسین، خصوصیات سر حمید جان چی است و چرا انتخاب شد که افغانستان بیاید و مقابل محمد بلال مطمئن مبارزه بده؟ جانی، بله، حمید الهیان یک ورزشکار کشتی هست، اون هم در استایل پهلوانی کشتی پهلوانی کشتی هستش که تو منطقه خراسان در ایران و شاید در افغانستان خیلی طرفدار داره. کشتی شبیه به تقریبا کراش جودو، کشتی شبیه به اون هستش که در اون زمین خوردن خیلی تاثیرگذار هست. در نتیجه ایشون پهلوان خراسان بوده، چند دوره پهلوان وزن خودش در خراسان بوده در این کشتی محلی خراسان و از اونجا به کشتی پهلوانی ایران روی میاره و در مسابقات ایران اول میشه، در مسابقات بین المللی خیلی زیادی مقام میاره و یا اول هست یا دوم هست و از همش مهمتر مسابقات جام مدوید روسیه که مثل اینکه هر دو سال یک بار برگزار میشه در روسیه، اونجا هم مدال طلا رو میگیره. بعد از اون تصمیم میگیره که وارد ورزش MMA بشه به معرفی دوستاش و وارد مسابقات آماتوری مسابقات پهلوان میشه و این تجربه اولین فایت حرفه‌ای او در افغانستان هستش. خب بسیار خوب، یعنی حمید جان با مقابل محمد بلال هم همچه یک پروسه آماتور را تیر کرده و در سازمان SLFC تورنمنت آماتور برنده شده، رای خود در شب نبرد پیدا کرده. البته اولین مسابقه حرفه‌ای محمد بلال هم می باشه. جوره فکر میکنین که جورای خوبی است عرفان جان؟ 100%. این خیلی مهم هستش که هم آقای بلال و هم حمید جان هر دو از یک پروسه آماتور و یک پروسه کاملا تنظیم شده و یک پروسه کاملا حرفه‌ای وارد این ورزش شدن، یعنی وارد بخش حرفه‌ای شدن و یه تجربه خوب برای هر دو اینها هست که از آماتور به اینجا رسیدن. بلال جان یک کم به تفاوت به حمید جان، البته استندآپش بسیار خوب است و شما گفتین حمید جان بک‌گراند پهلوانی و کشتی را داره، چی فکر میکنین که این یک میکس رشته های ورزشی، یکی در استندآپ خوب است و دیگه شاید پهلوانی خوب باشه، یک مسابقه جالب میتونه داشته باشه؟ فکر میکنم شاید یکی از جذابترین مسابقات شب نبرد 12 باشه به خاطر اینکه اینها هر دو از استایل خودش با تلاش زیاد به استایل میکس مارشال آرت کنند، یعنی نمیان اینجا فقط پهلوانی کار کنند و اون هم نمیان اینجا فقط کیک بوکس کنند. قطعا اون در استنداپ خودش خوب هست، روی پهلوانیش کار کرده، همین جان در پهلوانی خوب است، روی استنداپش کار کرده، همینطور که دیدیم در مسابقات گذشته خیلی با استایل های جدید میان و یک نوآوری در این ورزش هستش و باز هم جا داره تشکر کنم از سازمان SLFC که این بستر رو آماده کرده که فایترها خودشون اونجا نشون بدن. خب فکر میکنم که خلاهای هر دو ورزشکارا در این مسابقه خیلی آشکار میشه. مسابقه جذابیه ولی معمولا در MMA امروزی شانس با رسلرها بیشتر هستش. ما یک نظر متفاوت دارم، من فکر میکنم که در روزهای آخر، البته در دو سه سال آخر استندآپ خیلی رشد کرده و شما ناک اوت های خیلی مقبول، چی از طریق پای باشه چی از طریق دست باشه، میبینین عبدالعظیم بدخشی هم چی یک مقبول ناک، شما دیدین مسابقه عبدالعظیم بدخشی را؟ بله بسیار مسابقه زیبایی انجام داد و تبریک هم میگم به مردم افغانستان و خود عبدالعظیم جان، اتفاقا پیام تبریک هم براش فرستادم و اینکه خیلی فایت قشنگ و جذابی کرد و همین که تو استنداپ اجازه نداد حریفی که فکر می‌کنم بیشتر کشتیگیر بود اصلا بهش نزدیک بشه، از همون دور کارو تموم کرد. بله، ما هم می‌خوایم که تبریکی بگویم به عظیم جان بدخشی، واقعا خیلی عالی دروشیدی. وقتی که در روی زمین هم بود در گارد خود نگاه کرد، حریف خدا و اجازه نداد که از مشتای خیلی خطرناک یا آرنجای خیلی خطرناک استفاده کنه، پس کاملا اگرچه پایین بود، اگرچه حریفشان تا بسیار وقت بالا سرشان بود یا در گارد نگاه کردن و اجازه کدام کار خاص ندادن و هر وقتی که سر پای آمد عظیم بدخشی باز نشان داد که امو وان پنچ ناکاوت که میگیم که ناکاوت یک مشته، البته بسیار به شکل خوب و درست و زیبا عظیم بدخشی
و تماشا گذاشت و واقعاً نشان داد که یکی از بهترین فایترهای افغانستان در وزنش است. از این جانب بدخشی تبریک باشه. میاییم سر علیرضای شریعتی و مقابل عبدالودود متین. این خیلی مسابقه جالب است عرفان جان. دقیقاً علیرضا شریعتی یک شوآف خیلی خوبی داره و لقب مدلیون رو به خودش داده، یعنی شیر دیوانه. شیر دیوانه شیر دیوانه با مقابل تانک فرا. فرا هم باز هم مرز به ایران است. بله بله، اتفاقا وجود یک فایت هم در ایران کرده، با یکی از تاپ فایترهای ما فایت کرد و فایتش رو با یه جورایی میگفت خوش شانسی فایت رو پیروز شد و حریف رو نکوت کرد و ضربه شدیدی که خودش خواست با آرنال بگیره حریف با کله به زمین خورد و نکوت شد، فایت رو اونجوری برد. حالا فکر میکنم شما اصلا نمیخواین کدام کردیت به عبدالودود متین بتین. شما گفتین که فایت کرد خودشان با کله خوردن و با این رقم بردن مسابقه را. نه وجود دوست خوب منم از فایتر بسیار بسیار قدرتمندیه، واقعا قدرتمند است فایتر، ولی واقعا تو اون فایتی که تو ایران کرد خیلی شانس داشت یار. و در مورد زی فایت شما چی گفتنی دارین؟ علیرضای شریعتی البته علیرضای شریعتی باز هم یک کشتیگیر زیادتر کارهای خود از روی زمین میکنه و عبدالودود متین هم یک آدم خیلی قوی است. ما گفتم میتونم که زیادتر کوشش میکنه که مسابقه را در زمین ببره، از گراوند اند پاوند استفاده کنه. و علیرضای شریعتی فکر میکنم 5 برد و 3 باخت داره. اگر در شیرداک شما ببینین رکوردشان بالاتر است یا درست ثبت نشده و مشکل عبدالودود متین هم است که در تپالوجی درست رکورد عبدالودود متین هم ثبت نشد. عبدالودود متین 3 برد 1 باخت داره و علیرضا که از 5 برد و 3 باخت داره. پس از نگاه تجربه علیرضای شریعتی یک کمی در حساب ازی که زیادتر مسابقه را داده فکر میکنم که دستشان یک کم بالا هست. و شما چی پیش بینی میکنین بدون ازی که علیرضا شریعتی که شما میاین و شما کوچشان هستین و از ایران هستین و میخواین که فایترهای ایران در افغانستان پیروز باشن و رکورد برد خود بهتر کنه و بدون ازی که عبدالودین و ودود متین یک افغانه هست و اگر ما بی‌طرفانه ببینیم ما و شما من حیث تحلیلگر مسابقات MMA شما چی یک پیشبینی دارین؟ چی رقم میبینین این مسابقه را کجا خواهد رفت؟ شما و اماجان قیصاری هر موقع از من سوال میکنید یه چیزی پشتش هست این ساعت این از فلان پیشبینی کنم خود دارم. یعنی همین پیشبینی رو که هم الان ثبت میشه روز مسابقه میگه میگی تو اینو گفتی. خب باید بگویم چندین بار تر شده که البته ما پیشبینی کردیم و پیشبینی های ما خب 99% درست بوده. خب یک باری که غلط بوده قیصاری صاحب مرا در مصاحبه گیر انداخته و همچنان ما میخواهیم از شما بپرسم علیرضای شریعتی را بهتر معرفی کنید ببیننده های ما. یه چیز واقعیتی که وجود داره در MMA چیزی به اسم پیشبینی 100% وجود نداره، چون یک اشتباه میتونه کل فایت رو عوض کنه و یک کار درست باز دوباره همینطور. یعنی شما یک پانچ رو در فک حریف کافیه بخوره، همون پانچ ممکنه رو بینی بخوره هیچ اتفاقی نیفته، ممکنه رو گونه بخوره هیچ اتفاقی نیفته، یه جابجایی کوچیک. ولی با این حال رو توانایی ها آدم فایت رو نگاه میکنه، فایت بسیار نزدیکی هستش. من چون هر دو فایتر رو از نزدیک فایتاش رو دیدم، علیرضا بیشتر علاقه داره فایت رو روی زمین بکشه چون یک جوجیتسو کار هست و از اون ور حدود هم دوست داره فایتر رو روی زمین ببره چون قدرت بدنی بالا داره و گراندم پوندای خیلی خوبی داره به خاطر قدرت دستاش که کتفش قشنگ مشخصه، بدن عضلانی داره و فکر نمی کنم به راحتی بشه این فایت رو پیش بینی کرد. باید ببینیم در اون روز چه اتفاقی میفته. من فکر میکنم هر کسی که دفاع زمینیش بهتر باشه شاید فایت ببره و فکر میکنم که ده بخش جوجیتسو و حرکات های جوجیتسو علیرضا شاید بهتر باشه از عبدالودود متین، چون که ما زیاد حرکات های عبدالودود متین در کار زمینیش ندیدیم که
نمایندگی یک جیجیتسوی خوبه داشته باشه. خب ولی خب چون کتفای قوی داره و دستای قدرتمند داره به راحتی هم نمیشه ازش بند گرفت. بله. یعنی کسایی که دستای قدرتمند دارن به راحتی شما نمیشه آرمبار بگیری، به راحتی نمیشه کتفای دستای قوی دارن شما اجازه نمیدن. ولی فایت جذابی میشه به نظر من، سرانت فایت هستش. کاملا دقیق. میلاد شهبازی با مقابل رولای محمدی، باز هم اردو فایترهایی که شما بسیار از نزدیک مشناسی نشانه. بله دقیقا، رولا هم دوست خوب من از میلاد هم همینطور. میلاد بسیار فایتر پرشیمه ایه، یعنی خیلی خیلی نفس داره، یعنی اگر فایت به ده راند بکشه من میگم میلاد باز ده راند هم سر پا وایت میسه، چون خیلی نفس داره این فایتر و اینکه به راحتی هم تسلیم نمیشه. یعنی این نیست که فایتری باشه که مثلا کوچیک‌ترین اتفاق بیفته بخواد فایت رو واگذار کنه. فایتری بوده که به من نشون داده که میتونه تا دقایق نهایی مبارزه تحمل کنه. شاید از لحاظ جوجیتسو زیاد قوی نباشه، از لحاظ کیک بوکس یک فایتر معمولی باشه، ولی انقدر فایت رو ادامه میده که حریف رو خسته کنه. یعنی یه تکنیک داره که کله صفر داره مبارزه میکنه، حریف رو خسته میکنه و در نهایت پیروز میشه. ما خیلی از فایت‌های ما با مثلا اولین فایتی که میلاد تو سازمان IFC انجام داد با یکی از فایترهای بود که 4 برد داشت، آقای مرحوم اتفاقا خوب شد که یادی ازش کنیم، آقای محسن خلیلی از فایترهای ما بود، بنده خدا توی حادثه از کوه افتاد و فوت کرد، خدا بخششونه. تو اون فایت محسن از لحاظ تجربه و رکورد از این فایتر بالا بود، ولی میلاد 3 راند اونو خسته کرد، یعنی 6 راند تا کامل در کش و قوس بود باهاش و در نهایت میلاد با امتیاز برنده شد. یعنی از اون لحاظ یک فایتر خطرناک هستش، یعنی به این راحتی ها ناخود نمیشه. در مورد ریکارد میلاد اگر صحبت کنین، چند برد و چند باخت داره؟ یک مشکل عمده ای که آمده در روزا در صفحات مجازی زیاد مردم سرش تبصره میکنه، یک فایتری که فرض مثال اگر نامش کسی اناونس میکنه در شیرداغ و تپالوجی یکان دفعه ریکارداشان درست ثبت نمیباشه. خب مانای از این نیست که دوستای ما در مسابقات حرفه‌ای البته سهیم نبودن یا مسابقات حرفه‌ای نداشتن، یکان دفعه میشه که مردم ریکاردهای شیرداغ یه مدتی حالا الان جدیدن باز خوب شد. شیرداغ یه مدتی شما اطلاعاتتو برای شیرداغ ارسال میکردی سر میکردی، ولی میدیدی مثلا 4 ماه 5 ماه گذشت و هیچ عکس العملی نشون ندادن. اگر پیگیر میشدی دوباره ارسال میکردی، باز دوباره بعد از 2 ماه 3 ماه ثبت میشد. ولی به تازگی الان خوب شده، یعنی اطلاعات مسابقات رو بلافاصله آنلاین بهشون میدی، بلافاصله آنلاین ثبت میکنن. ظاهرا مثل که نیرویی که تو منطقه خاورمیانه داشتن تو منطقه آسیای شرق داشتن نبود و الان اضافه شد. ولی تاپولوژی باز بهتر هستش و اطلاعاتی که تو تاپولوژی الان ثبت میشه میشه تو بگیم بروزتره. میلاد در حال حاضر رکوردی که میلاد داره و باید ثبت بشه در نهایت که هنوز ثبت نشده، چون مثلا ما مسابقات پهلوان 2 ما ارسال کردیم اطلاعات رو و هنوز ثبت نشد، ولی پهلوان 4 ارسال کردیم ثبت شد. من نمیفهمم که دلش چیست. تو پهلوان 2 میلاد به خاطر آسیب دیدگی فایت رو به شاهین نجفی واگذار کرد، با شاهین نجفی فایت داشت و زانوش آسیب دید اونجا، فایت رو واگذار کرد، هنوز ثبت نشده. و در حال حاضر میلاد رکوردش اگر اون رکورد هم ثبت بشه 3 پیروزی و 2 شکست است. 3 پیروزی و 2 شکست و رولای محمدی البته 2 شکست و 1 پیروزی داره در رکورد پروفشنال خود. بله. سرازی هم تبصره زیاد شد در فیسبوک، البته یکان دوستای ما که از امو فایتی که کت شاهین نجفی داشت او فایت مانده بودن و زیادتر یک سوالی آمده بود که چطور نه مشت خورد و نه لغت خورد و نه کدام گپ شد و خودش تسلیم شد. من شما اگه تو فیلم دقت کنید پاش پیچ میخوره. بله بله. اگه خودش داره من متوجه شدم این فایت که می دفعه اولام که من دیدم گفتم زیر از این میمته که شما آوار کرده بود، این سفنج بود، سفنج انعطاف‌پذیری داره، وقتی که شما دور میخورین پایتان بند میشه، وقتی که پایتان ده کیک ریورس یا ده ویل کیک که میگم ده ای بند میشه او از زانویش میبرایه. من او خیلی درد شدیده هستم، من خودم از او درد تیر شدیم، چندین بار تر شده که پای ما بند مانده ده اینمی لغت و زانوی ما که هست خیلی آسیبی زیاد دیده که باز عملیات هم شد. شما ده جریان هستید،
آقا من اینو به الان به روح الله میگم فایتر رو دست کم نگید، فایتر نیست که بلاحتی رو بازه. چی ویژگی داره میلاد؟ چی ویژگی، چی برتری سر روح الله محمدی داره و فایت رو باگذار نمی کنه براحت. حالا برخلاف این فایتی که با شاهین داشت، ببینید مبارزه کردن با شاهینی که رکوردش فرض مثال الان اگر شما در جریان باشید 10 پیروزی در واقع و 7 شکست شاهین در کارنامه داره، یعنی یه چیزی هلوش 18 فایت حرفه‌ای کرده. یه فایتری با رکورد 3-1 حاضر میشه با شاهین نجفی فایت کنه، فایتری نیست که بخواد به راحتی فایت رو واگذار کنه. میلاد شهبازی ویژگی اصلی که داره بسیار بسیار اعتماد به نفس بالایی و بسیار نفس خیلی زیادی داره و به راحتی ناکد نمیشه. یعنی من چیزهایی از این دیدم، از این فایتر فایت هایی هست که انشالله اگر بود برای شما ارسال میکنم حتما در شبکه های اجتماعی بذاریم، که نشون داده که میتونه هرچه رفته رفته میگم به راند 3 که میرسه این فایتر نفسش بیشتر میشه انگار. خاله سوال اینجا هسته که آیا مثل روح الله محمدی واره که قهرمان جهان بود در کیک بوکس با این رقم یک حریف روبرو شده که مشتای روح الله محمدی هم خیلی گرنگ است؟ 100% روح الله فایتر خوبی هستش ولی به این راحتی ها نیست. اینجا همه هست، تو شما کیک بوکس قهرمان جهان بودید، دیدید که قهرمان جهان ساندا بشه اومد اینجا چه اتفاقی افتاد. دنیای MMA کاملا متفاوت هستش و فقط حرف اول رو رکورد ها میزن. شما به تجربه میلاد نگاه کنید، تجربهش از روح الله بیشتره، ولی یه نکته ای که روح الله داره، روح الله با فایترهای خوبی فایت کرده، تو همون 3 فایتی که کرده با 3 فایتری فایت کرده که مجموع رکورد اونها در حال حاضر بالای 30 فایت هست. یا با مازیار یاری وقتی قبول میکنی شما با مازیار یاری فایت کنی، یعنی خودت رو در لول حداقل باید 15 فایت بدونی با مازیار یاری فایت. روح الله ریسک بزرگ کرد و الان رکورد خیلی بهتری داشت با هم رکوردهای خودش اگر فایت میکرد. خب تشکر عرفان جان. حالا میرسیم به مین ایونت ما، زکافت الله زاده مقابل فیوریت من این فایت هستش. اول تبریک میگم به سازمان SLFC که این تصمیم رو گرفت و باز محمد رو در کانترکت آورد، در قرارداد آورد در سازمان. تبریک میگم هم به شما، هم تبریک میگم به باز محمد که دوست قدیمی من هست، تفکر خیلی خوب کرد و خیلی به جا تصمیم گرفت در سازمان SLFC اومد. یعنی من به هر دو طرف تبریک میگم، ولی کار راحتی با زاکانه. زاکای سوال بعدی من اینه می بود که آیا این تصمیمش درست بود و زکافت الله زاده که 26 رکورد داره و مقابلش هست، آیا برش آسان است؟ من در پرس کانفرانس سایننگ سرمنی یه گپ زده بودم که به هیچ صورت این مسابقه با باز محمد مبارز مسابقه آسانی نیست. آیا شما هم نظر هستید؟ والا به نظر من سازمان SLFC باید برای دور اول یه ذره آسان‌تر می‌گرفت کار رو برای باز محمد و نباید اینقدر سخت می‌کرد. ولی من کامنت‌های خیلی عجیبی از مردم دیدم در شبکه‌های اجتماعی، در صفحات سوشال مدیا، و خیلی عجیب بود برام که اینکه چرا همچین حریفی گذاشتن. این فایتر در بلاتور فایت کرده، شما همون عکسی که ازش گذاشتید و زیرش بگین این فایتر ضعیفه، به نظر شما فایتری که در بلاتور فایت میکنه فایتر ضعیفه؟ من متوجه نیستم، شاید من آگاهی ندارم و اون منتقدایی که دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن آگاهیشون بیشتر است. ببینید باز محمد خب قطعا یه استرس خیلی زیاد داره، چند تا تجربه بد داشته در آخر و آخرین فایت هاشو باخته. یه موضوعی که باید بهش نگاه کنیم، مثلا ما الان فایترهایی میخوایم روان کنیم برای مثلا وان چمپیونشیپ یا بریم یا جاهای دیگه برای رکورد، نگاه میکنن که در کریرشون در فایت های نهایی، یعنی آخرین فایت ها چه نتیجه گرفتن. به این نگاه نمیکنن که فایتر 22 هستش یا 21 هستش، نگاه میکنن به کریر فایتر، میاد الان از لحاظ روحی تو سال 2020 ایشون فایت کرده چه فایت هایی کرده و پیروز بوده یا نه. نگاه میکنم میبینم مثلا باز محمد دو تا فایت آخرش رو باخته و باز محمد چون دو تا فایت آخرش رو باخته فایت بسیار مهم میداره، یعنی اینکه دوباره برگردی به کریره، برگردی به شرایطی که داشتی، این کار در دنیای حرفه‌ای بسیار کار سختیه و مردم این کار رو ساده ندونن، چون از لحاظ روحی انسان با هر شکست از لحاظ روحی نیاز به حداقل 1 سال زمان داره که دوباره برگرده به اون وضعیت اول. و
حالا از روانشناس ها اگر سوال بکنن، از پزشکان روانشناس، از نمیدونم از کسی که تخصص داشته باشه بپرسید، خیلی کار سختی داره. این اولین مسئله، اولین جنگی که باز محمد داره اینه که با خودش باید آماده بشه، یعنی کار خیلی بسیار سختی هستش. دومین مسئله این که زکا فایتری هستش، درسته حالا شاید از لحاظ فیزیکی در برابر باز محمد نداشته باشه، ولی دنیای MMA اومد این رو نشون داد که فیزیک هیچ حرفی در MMA نداره. اگر فیزیک کار ساده ای هستش، خبیب نورماگمدوف و همه مسلمان ها میشناسن دیگه. فیزیک خبیب وقتی که وارد UFC شد، اولین فایتش رو با اتفاقا یه فایتر ایرانی تبار، آقای کمال شعله روز فایت کرد. شما اون فایت رو نگاه کنید، یک بچه نحیف بسیار، اصلا هیچ نگاه میکردید هیچی نمیگفت، یعنی این فایتر اصلا چجوری وارد UFC شد، ولی وارد شد فایتر با تجربه هلوش 30 و چند سال سن، کمال شعله روز رو برد. کمال شعله روز خودش کشتیگیر بود، خودش یک کسی بود که اعتقاد داشت یکیش که تکدانش نمی کنه توی UFC اون زمان، و خبیب با اون فیزیک، با اون فیزیکی که الان شما الان ایراد میگیرید از فیزیک زاکا، با همون فیزیک وارد شد و یه همچین نبردی و همچین جنگی انجام داد، یه جایی ناکدان کرد کمال رو و بعد از اون کلن فایت در اختیار خبیب قرار گرفت و خبیب امروزی از اون فایت شروع کرد که الان شما می همین خبیب امروزی هم بدن عضلانیه، نمیدونم سیکس پک و نمیدونم عضلات آنچنانی اصلا در خبیب شما نمیبینید. نوع بدن لخت است، اتفاقا همچین بدنه خیلی خطرناکتر است و حریف برخلاف گفته مردم و منتقدین این فایت، من کار بسیار سختی رو برای باز محمد تو این فایت میکنم. و حریف بدخشی هم اگر شما میدیدین از حساب اندام حریف عظیم بدخشی خیلی خوبش بود و معلوم میشد که خیلی قوی هم هست. خب باز هم عظیم بدخشی به تکنیک، البته به اپرکت خود، گفته ما شما یک ذره گنگ ساخت، باز کت کراس خود زد، ناکاوت کرد. من خیلی اینا رو دنبال میکنم. اون حریف آقای بدخشی چون اصالتا زاکا آذربایجانی هستش، هم تیمی زاکاست و ارتباط خیلی نزدیکی با هم دارن که زاکا برای اون حریف بدخشی در اینستاگرام خودش پست گذاشت و بهش گفت که آرزوی پیروزی میکنم برات، و این یه جورای حیثیتی الان برای اونم هست که دوستش برابر یه افغان باخته، باید بیاد اینجا برابر یه افغان. سر زمین موضوع میخوایم یک کمی روشنی پرتم. البته در پرس کانفرانس SLFC در وقت ساینینگ سرمنی یا عقد قرارداد بین SLFC و باز محمد مبارز، مسئولین SLFC شخصا خودم به اعلان رساندم که زکا فتولا به نمایندگی از یوکرین میایه. زیاد دوستای ما که هست البته گفتن که یوکرینی نیست، از آذربایجان است. بله، زکا آذربایجانی الاصل است، در سویدن زندگی میکنه، به نمایندگی یوکرین در افغانستان میایه. دیگه پر میخواهیم که واضح بسازم برای همگی. الان شما در شرداد زکا وارد بشید یا تپولوژی، فلگش رو، پرچمش رو اوکراین زده. بله، چونکه در یوکرین هم زندگی میکنن، هم در سویدن زندگی میکنن، اقامه یوکرین دارن، اونم جو تمرین میکنن و به نمایندگی از یوکرین میایه. زیادتر وقتا میشه ورزشکارهایی که در کشور تابعیتش داره به اونم کشور، به نمایندگی از اونم کشور داخل میدان میشه، که یک اصل هست در MMA و در سایر ورزش ها. میخواستم که نمیره این موضوع را، چونکه در فیسبوک ها غوغایش زیاد برآمده بود، میخواستم که یک ذره برتان روشن بسازم. پس در بین زکافت الله و باز محمد مبارز، آقای عرفان شما چی پیش بینی میکنین؟ حالا خب شما را در چالش هم نمیندازم چون که زکا از ایران نیست و کدام چیز دیگه هم وابسته نیست، شما میتونین آزادانه صحبت کنید. ببینید، باز محمد گفتم کار سختی داره، ولی با این حال از اون طرف هم نگاه کنید، باز محمد میخواد برای حیثیتش بجنگه. باز محمد دیگه چیزی برای باختن نداره، چیزی برای از دست دادن نداره، یعنی میاد با جان و دل برای این فایت بجنگه. مثل که متوجه شدم، مثل که برای تمرینم به چچن رفته، در روسیه تمرین میکنه، یعنی قطعا فایت رو جدی گرفته و تصمیمش این هستش که فایت رو پیروز بشه.
با این حال ببینید، یه چیزی تو افغان ها هست، حالا باز محمد من نمیگم فقط کلا تمام افغان ها هست، که من تو این مسابقات شب نبرد دیدم و در خیلی از فایتر ها نیست، یه چیزی تو چشماشون هست تو این فایت هایی که تو افغانستان میکنن، به هیچ عنوان نمیخوان ببازن. یعنی فایتر اگر بودم میشه، من با چشم خودم دیدم فایتری که با شما هم فکر میکنم کامنتر بودید، فایتری که با حمید اسدیانی فایت کرد واقعا ناکوت بود، من به نظر من تمام شده بود زمانی که آپر خورد نیم متر از زمین بلند شد. من گفتم تمام این فایتر ناکوت، یعنی فایتر ناکوت شده نمیخواد ببازه. این یه چیزی هستش که در افغان ها هست، به همین خاطر هستش فایترهای دیگه دنیا میان اونجا به راحتی نمیتونن فایترشون ببرن. و این یه فکر میکنم دلیلش شاید چندین سال سختی که شما مردمش در افغانستان کشیدن، چندین سال جنگی که اونجا هست، چندین سال ناآرامیایی که اونجا هست، مردم میخوان با این ورزش، اون فایتری که اومده میخواد با این ورزش زندگیشون رو نجات بده. متوجه؟ اگر اتفاق بجز بردن براش بیفته زندگیش رو احساس میکنه باخته، یعنی خودش رو در یک دوراهی قرار میده که یا باید برم بیکارم یا از این راه باید برم خانوادم رو تامین کنم. مثال دارم میزنم، حالا باز محمد نه بقیه. به همین خاطر فایترهای افغان به نظر من فایترهای بسیار خطرناکه و به راحتی نمیبازن. خب جنبندی میکنیم عرفان جان، حمید یا بلال؟ جوابتان کار دارم، حمید یا بلال؟ حمید. علی رضا یا عبدالودون متین؟ نکن این کار با من. علی رضا شریعتی یا عبدالودون متین؟ پنجا. سمیر الله مخلص یا فضل روی امامزاده؟ اطلاعات ندارم ازشون. اطلاعات ندارین. میلاد یا روح الله؟ بعدن میخوای اینو بعدن بگی تو برنامه ما گفتی. نه من یاد نمیکنم، من آنلاین قیصری نیستم، من آنلاین نورستانی هستم. قیصری این برنامه رو نمیده، بلاکش کنید. میلاد یا روح الله محمدی؟ ببین اگر همونطور که گفتی مشکای خودش رو به کار بندازه روح الله و استرایک های سنگین بزنه، همون راند اول یک نقطه حساس فک حریف رو بزنه، من احتمال میدم روح الله اگر در راند یک تمام بشه روح الله میبره، ولی اگه فایت به راند سه بکشه میلاد. با دوستایی که نمیفهمن الاشر البته در ایرانی فک میگن. و زکافت الازاده یا باز محمد مبارز؟ خیلی 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 سخت، ولی پنجا. تشکر بسیار زیاد دوست عزیز ما عرفان ابراهیمیان، همیشه صحبتهایتان لبخند میاره، همیشه صحبتهایتان خیلی 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 عاقلانه و هوشیارانه میباشه. تشکر بسیار زیاد از شما که در برنامه ما اشتراک کردید. من از شما، از این تلاشی که داره میکنید، از این برنامه سازی هایی که دارید میکنید، از این وقتی که میذارید، ای کاش مردم ورزشکارا متوجه این تلاش شما باشن، مخصوصا ورزشکارای خودتون. مثلا فایتری که میاد برای شما، فایتر رو شما رشد میدید، بزرگ میکنید، بالا میکشید، اصلا فایتر رو هیچ کس نمیشناخت، الان سوپر استار شده در افغانستان، باید خاطرش باشه چجوری این راه رو پیدا کرد و به کجا رسید. اینو من دارم میبینم در بین فایترهای افغان فراموش میکنن از کجا میاد. اینو میخوام من دوباره تریبون بودم حتما بگم، این نکته منو داشته باشید، سازمان SLFC نباشه یا امثال هم، فایترها باید حالا تو خونه هاشون مینشستن منتظر بودن که یه منیجر خارجی بیاد بگه شما بیا برام فایت کن، پولم ازت بگیرن، کلام سرت بذارن، ببرن چیکنت هم بکنن، بازندت هم بکنن، برد گرد. ولی سازمانی مثل شما، سازمان SLFC یا امثال هم که تازگی تو افغانستان داره رشد پیدا میکنه، این موضوع دارن کمک میکنن به رشد ورزش افغانستان، این رو متوجه باشید و فراموش نکنید. تشکر رفان جان، سپاسگزار هستیم. یا علی خدا خروستان خوش.
دوستای عزیز، مصاحبه من با عرفان ابراهیمیان دیدین. واقعا عرفان ابراهیمیان یک نام یکتاد در MMA در ایران هست و همیشه یک همکار خیلی خوبی بوده و حرفاش شنیدین. فکر میکنم که زیاد موضوعات بود که عرفان جان روشنی انداخت. یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه کوتاه یک سگمنت خاص داریم که جای مسئولین SLFC با کامنت هایتان که شما در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب میکنین جواب میدن. دوستای عزیز، بازم خوش آمدید به برنامه SLFC شو، به سگمنت جنگ های صفحات اجتماعی. در این سگمنت ما کامنت ها را شما که لطف میکنین کامنت ها را میتین در صفحات فیسبوک ما، یوتیوب ما و همچنان اینستاگرام ما مرور میکنیم و اگر توانیستیم برتان جوابایشان هم میدیم. در این اواخر زیاد گپ ها تا بالا شده در فیسبوک، البته در مورد باز محمد، مبارز و حریفشان زکا فتالله زاده. پس میریم رجوع میکنیم به یکان کامنت هایی که دوستای ما داده در فیسبوک، میخوانیم و کوشش میکنیم که جوابتان بدیم. اول خب ما میخواهیم که یک موضوع را برتان واضح بسازم. دوستای عزیز ما که میگفتن که ما اعلان کردیم که زکا فتالله زاده به نمایندگی از اوکراین و افغانستان میان، گفتن که زکا فتالله زاده از آذربایجان هست. درست است، زکا فتالله زاده آذربایجانی الاصل هستن، در سویدن زندگی میکنن. خب نمایندگی اوکراین در افغانستان فایت میکنن، به این خاطر از پیش ما تقاضا کردن و فعلا که است در اوکراین زندگی میکنن، اقامه اوکراین دارن و تمرینات خودم در اوکراین پیش میبرن و به نمایندگی از اوکراین فایت میکنن. دوست عزیز ما ساحل محمدی، باز هم چنل یوتیوب از بیادر عزیز آزادانه صحبت میکنیم، میگن که شب نبرد هم اشتک بازاری شد. مطمئن باشین شب نبرد اشتک بازاری نبود، نه هست و نه هیچ وقت میشه. پشت شب نبرد عرقی که ما ریختاندیم و شب نبرده که تا اینجا رساندیم، ای هم پول ما، هم عرق ما و همچنان در یکان موضوعات هم خون ما ریخته تا که شب نبرده در این مقام ما رساندیم. دوست عزیز، ما میخواییم که بر شما اطمینان بدم که شب نبرد هیچ وقت اشتک بازاری نبود و هیچ وقت هم اشتک بازاری نخواهد شد. خب دوست ما نام الله خان الکوزای میگه که این چیرش خندی است، همراه این پودری مسابقه کردن به افغانستان توهین است، ولی شرماندین ورزش را کلش به خاطر بدنیتی و نامکشی بیمانا هست. همچنان محمد ایمل نوری میگه چقه میزوف است. همچنان رومل جان رحمانی میگه bring some experienced fighters from abroad, don't waste your time. زیادتر کامنت های فیسبوک که در مورد زکا فتالله زاده ما میخوانیم، البته فکر میکنن که زکا فتالله زاده کدام فایتر الهی است، یک فایتر گمنام و بینام هست. میخواستیم این موضوع را همراه شما یک کم سرزی روشنی پرتیم. دوستای عزیز، اگر سکرین ما را میبینین، ما میخواهیم که ریکارد زکا فتالله زاده را اول در شیرداغ برتان بکشم و اگر شما در شیرداغ میبینین که زکا فتالله زاده 16 برد و 11 برد باخت داره، آخرین مسابقه شان در AWD UAE Warriors 14 بود که ایره به طریق سبمیشن ریر نیکد چوک باختن. باز The Gladiator یا بورد داشتن، The World Cossack Fight Federation Friendship of Peoples یا بورد داشتن، همچنان The Rebel FC 10 یا باخت داشتن، The Bellator 234 هم یا باخت داشتن به طریق Anaconda Choke. و The سال 2020 من حساب کردم میرم 1, 2, 3, 4, 5 مسابقه کردن، جمله 4 مسابقه کردن که دوتاش برد و دوتاش باخت بود. و همچنان شما میتونین که ببینین که از M1 چالش گرفته تا BFC را تا Gladiators in Cage و همچنان The AFC و Bellator و Rebel FC در همه از این نهادهای MMA بزرگ جهان زکا فتالله زاده مسابقه داده
و همچنان رکاردشان که از 16 برد و 11 باخت است. بچ هیچ نو از زکفت الله زاده کدام رشخندی نیست، نه کدام فایتری هست که تجربه نداشته باشه. اگر ما بریم در تپالوجی، شما عکس زکفت الله زاده را میبینین، در یورپ، البته در اروپای شرقی در رنکینگ 67 است، در یوکرین در رنکینگ 27 است و در میدل ایست در رنکینگ 19 است. پس با کدام دلیل یکان دوستایی که البته من فکر میکنم که معلومات بیشتر نداره در مورد زکافت الازاده، با کدام دلیل شما میگین که این فایتر یک فایتر بی سابقه کار است یا بی تجربه است؟ شما میبینین که در تپالوجی اگر شما برین و رکاردشان رو ببینین، پرو ام ام ای رکورد 17 برد و 11 باخت و ایم رکورد زکافت الله زاده هست. شما اینجا هم میتونین ببینین که در شیرداغ نمایندگی یوکرین میکنه، یوکرین نشته است و همچنان بیرق یوکرین در پالوی نامشان زدگی است. پس از نگاه ازی که ما گفتیم برتان به نمایندگی یوکرین میایه، هم ثابت میشه و ایرا هم ثابت میکنه که زکافت الازاده کدام دوست نیست که بی تجربه باشه یا بیشتر از این فایت نکده باشه. به یادآوریتان بیارم که باز محمد مبارز البته در یوکرین یا در روسیه در ردیف 160 چندم هست که ما میتونیم که ببینیم و زکافت الازاده در یوکرین 27م بهترین فایترشان است. خب دوستای عزیز، این بود موضوع داغ فیسبوکی ما در سگمنت جنگ های صفحات مجازی. دوستای عزیز، خدا کنه که خسته نشده باشین، خدا کنه که برنامه ما خوشتان آمده باشه. برتان میگم که اگر برنامه ما خوشتان آمده، لایک کنین، سابسکرایب کنین، سابسکرپشن تان ما کار داریم دوستای عزیز. و دوستایی که میخواهید که در فیسبوک از پیش ما پرسان کنه در موضوعات سازمان SLFC یا شب نبرد، میتونین که شما در پست ها کامنت مانین و پرسان کنین. ما کوشش نهایی خودم میکنین که از طریق برنامه دی SLFC شو به شما پاسخ گو باشیم. دوستای عزیز، متوجه باشید که در کامنت های خود از حرفای مزخرف خودداری نمایید. دو بد گفتن یک کسی فقط و فقط اخلاق خودتان نشان میده. پس کوشش کنین که دوستای ما که هست یک کمی تحقیق کنین در مورد فایترها، در مورد جوره ها، در مورد مردمی که شما کامنت میکنین و گپایی که میزنین، گپایی باشه که از اگر نقد میکنین، نقدایی باشه که بر ما هم فایدهش برسه و ما کوشش کنیم که خود اصلاح کنیم. اگر نه، اگر پشت کسی شما دو میزنین یا کدام گپ بد میگین، او جای نمیگیره و فقط و فقط اخلاقتان در صفحات اجتماعی نشان میده. پس لطفا اگر کدام سوال دارین، ما در خدمتتان هستیم. از طریق برنامه دی SLFC شو انشالله به سوالاتتان رسیدگی میشه و هر پرسانی که دارین آزادانه پرسان کنین و ما هم کوشش میکنیم که آزادانه برتان جواب بدیم. تشکر بسیار زیاد. این هم بود این برنامه امروزی ما. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتان. تشکر.